بریم سراغ بخش دوم، با هم دیگه بخونیم و بعد بریم سراغ توضیحاتش. دوستان واقعی راه نیکبختی را به ما نشان می‌دهند و همراهان خوبی برای شکوفایی بهتر هستند. آنها مثل آینه همانقدر که خوبی‌ها را پیش چشم می‌آورند، عیب‌ها را هم به ما می‌نمایانند و مهم‌تر آن که این همه را بی صدا و بی هیاهو باز می‌گویند. رسم دوستی شکستن آینه نیست. درست آن است که فرصت بازاندیشی و خودشکوفایی را پدید آوریم و گامی به سوی فراتر رفتن برداریم. آینه چون نقش تو بنمود راست، خود شکن آینه شکستن خطاست. خب تو بخش دوم درس سوم نویسنده درس درباره دوست خوب داره توضیح میده، اینکه دوست خوب چه ویژگی هایی داره و ما باید چه رفتاری با یک دوست خوب داشته باشیم. دوست خوب چه کمکی میتونه به ما بکنه؟ مهمترین کمکش اینه که میتونه به ما کمک بکنه، ما رو یاری بکنه، دست ما رو بگیره، از جایی که هستیم جلوتر بریم، رشد بکنیم، پیشرفت بکنیم، شکوفا بشیم. و از طرف دیگه اگر این دوست اومد و جایی عیب و ایراد ما رو به ما گوش زد کرد، به ما تذکری داد، نقدی به رفتار ما، به حرف ما، به گفتار ما وارد کرد، این نقد رو با روی باز و با آغوش باز بپذیریم، نه اینکه جبهه بگیریم در مقابل دوستمون و او رو توبیخ کنیم که چرا اشکال من رو به من گوش زد کردی. خیلی خب، حالا بریم جمله به جمله بررسی بکنیم بخش دوم و نکات معنایی یا احیانا اگر که بحث ادبی داره با هم دیگه ببینیم. خب دوستان واقعی راه نیکبختی را به ما نشان میدهند. نیکبختی به معنی سعادت و خوشبختیه. راه خوشبخت شدن، راه سعادتمندی رو به ما نشون میدن و همراهان خوبی برای شکوفایی بهتر هستن. شکوفایی به معنی رشد و پیشرفته، شکوفا شدن. البته شکوفا شدن از واژه‌هایی هستش که ما معمولا برای گیاهان، برای گلها مثلا به کار میبریم، مثلا میگیم گلها شکفتن یا مثلا جوانه ها شکوفه زدن، اینو برای اونجا معمولا به کار میبریم. با این حال وقتی درباره انسان به کار میره، میتونیم اون رو به معنی رشد و پیشرفت بگیریم. انسانی که تا به امروز فقط در یک مرحله از زندگیش قرار داشت، به واسطه دوستان خوب میتونه رشد بکنه و پیشرفت بکنه. خب آنها مثل آینه همانقدر که خوبی ها رو پیش چشم میآورند، عیب ها رو هم به ما مینمایانند. مینمایانند یعنی نشان میدهند. همون قدری که خوبی ها رو به ما نشون میدن، بدی ها رو هم به ما نشون میدن. مثل کاری که آینه انجام میده. شما جلوی یه آینه معمولی بایستید، این آینه تخت معمولی چه چیزی رو به شما نشون میده؟ اگر مثلا فرض کنید که شما مشکلی در لباستون، در پوششتون، در آرایش مو و صورتتون وجود داشته باشه، اون رو به شما نشون میده بدون هیچ کم و کاستی. از طرف دیگه اگر زیبایی در وجود شما باشه، در پیکر شما، در لباس شما، در صورت شما، این زیبایی رو هم بدون هیچ کم و زیادی به شما نشون میده. نکته مهم آینه همینه. آینه با ما صاف و صادقه. عیبی وجود داشته باشه نشون میده، خوبی هم وجود داشته باشه، حسنی هم وجود داشته باشه، اون رو هم به ما نشون میده و ذره اغراق نمیکنه. نه بزرگ نمایی میکنه، نه از اون طرف کوچک نمایی میکنه. همون قدری که هست رو به ما نشون میده. یک دوست خوب هم دقیقاً مثل آینه همین کار رو باید انجام بده. اگر من عیب و ایرادی دارم، اون رو به من تذکر بده. اگر خوبی و حسنی دارم، اون رو هم برای من یادآوری بکنه. و بزرگ نمایی یا کوچک نمایی نکنه در این نشون دادن خوبی ها و بدی ها. با این توضیحاتی که دادم مشخص شد که ما در ابتدای این جمله هم یک تشبیه داریم دیگه. واژه مثل هم که اصلا خودش نشون میده، آنها میشه مشبه ما، یعنی همون دوستان واقعی که توی قسمت بالاتر اومده بود. مثل آینه هستن. مثل اینجا ادات تشبیه ماست و آینه مشبه هم به ما. و چه شبهمون چیه؟ شباهت بین این دوستان واقعی و آینه در چیه؟ کل جمله، بقیه جمله تماما میشه وجه شبه ما. یعنی همانقدر که خوبی ها رو پیش چشم میآورن، عیب ها رو هم به ما مینمایانند. این میشه ویژگی مشترک یا همون وجه شبه بین دوستان واقعی و آینه. خب ادامه میدیم. و مهمتر آن که این همه را بی صدا و بی هیاهو باز میگن. بی صدا یعنی خیلی در سکوت مطلق، داد نمیزنن که همه بفهمن. بی هیاهو هم به همین معنیه. هیاهو و قوقا و آشوب راه نمیندازن که همه ی عالم و آدم بفهمن من چه عیب و ایرادی دارم. بنابراین ما بی صدا و بی هیاهو رو هم میتونیم یک جفت واژه مترادف بدونیم. رسم دوستی شکستن آینه نیست. اینجا آینه به معنی همون دوسته. رسم دوستی این نیستش که اگر دوست من مثل آینه چیزی رو به خوبی به من نشون داد، من این آینه رو بشکونم.
درست آن است که فرصت بازاندیشی و خودشکوفایی را پدید آوریم. بازاندیشی یعنی دوباره فکر کردن. وقتی دوست من تذکری به من داد، من دوباره بشینم و درباره این تذکری که به من داده فکر بکنم و بیاندیشم. و خودشکوفایی، با این اندیشه دوباره خودم رو شکوفا بکنم، خودم رو پیشرفت بدم، رشد بدم و گامی به سوی فراتر رفتن بردارم. این فراتر رفتن در لغت به معنی بالاتر رفتنه، ولی خب کوهنوردی که نمی‌کنیم اینجا بگیم می‌خوایم بریم بالاتر. اینجا نشون میده که فراتر رفتن معنی کنایی داره. کنایه از چیه؟ کنایه از پیشرفت کردنه. گامی بردارم، حرکتی بکنم در راه پیشرفت، در راه رشد. خیلی خب، در پایان این بخش هم یک بیت برام آورده بودن. آینه چون نقش تو بنمود راست، خود شکن آینه شکستن خطاست. اینجا با توجه به همه توضیحاتی که در طول درس دادیم، آینه به چه معناست؟ آینه اینجا در واقع منظور دوسته. معنی آینه که خب همین چیه که ما میتونیم خودمون رو توش ببینیم، ولی منظور از آینه چیه؟ منظور دوسته یا دوست واقعی. آینه چون به معنی وقتی که و اگره. اگر که نقش تو یعنی تصویر تو رو نشان داد، بنمود از نمودن به معنی نشان دادنه، بنمود یعنی نشان داد، راست معنی درسته. اگر که دوست تصویر تو رو به صورت درست و کامل به تو نشون داد، وقتی که دوست تو، دوست واقعی تو، تصویر تو رو بدون هیچ ایراد و اشکال و خطایی به تو نشون داد، چه کار کن؟ خود شکن. نه اینکه حالا واقعا خودتو بزن بشکن. خود شکن اینجا کنایه است. کنایه از اینکه خودت رو اصلاح کن. خودت رو اصلاح کن. چرا؟ چون شکستن آینه خطاست. آینه شکستن خطاست. اینی که وقتی دوستت به تو تذکری داد که خودت رو اصلاح بکنی، تو به جای اصلاح خودت بری و شروع بکنی توبیخ کردن دوستت که برای چی از کار من اشکال گرفتی، چرا ایراد من رو به من گفتی، اصلا تو چی کار داشتی به کار من، این قطعا کار خطا و غلطیه. خب معنی نهایی بیت رو هم با هم ببینیم. هنگامی که آینه تصویر درست و واقعی تو را به تو نشان داد، خودت را اصلاح کن، چون شکستن آینه کار خطا و نادرستی است. خب یک دو تا نکته ادبی هم در این بیت وجود داره، اون رو هم با هم دیگه بررسی میکنیم. آینه و آینه درسته یه تفاوت جزئی با هم دارن، یه دونه یه اون آینه بیشتر داره، این آینه است و اون آینه است، ولی این رو میتونیم تکرار بگیریم. از طرف دیگه این خودشکن رو هم که گفتیم کنایه از اصلاح خوده. و نکته آخر درباره قافیه این شعر هست یا این بیت هست. راست و خطاست در مصرع اول و مصرع دوم قافیه های ما هستن. این رو قبلا یاد گرفتید که قافیه همواره یک واژه بیشتر نیست، منتها یه استثنایی در اینجا وجود داره. این طرف قافیه ما راسته که راست یک کلمه است، یک کلمه بیشتر نیست. اما در قسمت دوم، در مصرع دوم خطاست، در واقع بوده خطا است، ولی چون این دو تا واژه در هم دیگه ادغام شدن، با هم دیگه ترکیب شدن، ما به صورت خطاست تلفظ میکنیم. اینجا نمیتونیم خطا رو قافیه بدونیم، نمیتونیم است رو قافیه بدونیم، چون است با راست قافیه نیست. ناچاریم راست و کل این بخش خطاست رو قافیه بگیریم. بسیار خوب، اون توضیحی که باید درباره بخش اول متن درس سوم میدادیم گفته شد و تمام شد. حالا باید بریم سراغ شعری که در ادامه درس سوم اومده.